همیشه در فیلم های تخیلی می بینیم که ماشین های پرنده در آسمان شهرها جولان می دند و ما هم با حیرت تماشا می کنیم و با اطمینان از این که تکنولوژی بالاخره یه روزی به این درجه از پیشرفت خواهد رسید با خودمون می گیم که ای کاش حداقل 100 سال دیگه به دنیا می اومدیم تا این پیشرفت ها رو به چشم خودمون می دیدیم. اما به نظر میرسه که این ماشین‌های پرنده چندان هم دور از زمان ما نیستند و به زودی شاهد اونها خواهیم بود. اون هم در همین نزدیکی‌ها. هنوز چند ماه از مراسم رونمایی از اولین نمونه اتومبیل تمام برقی ترکیه به نام توگ نگذشته و تقریباً همزمان با کلنگزنی کارخانه تولید این اتومبیل، گزارشی از یک اتومبیل جدید در ترکیه خبرساز شد. اتومبیل پرنده. در این ویدیو نگاهی خواهیم داشت به اتومبیل پرنده ترکیه و اتومبیل‌های پرنده‌ای که در کشورهای دیگه در حال ساخت هستند. ایرکار نام اتومبیل پرنده‌ای که تولید اون در ترکیه آغاز خواهد شد. مغز متفکر این اتومبیل یک کارآفرین جوان به نام آلتون بوزاره. اون متولد سال 1987 در ترکیه است که پس از پایان دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته‌های مهندسی و مدیریت تحصیل کرد. به ترکیه برگشت و پس از مدتی کوتاه شرکت Outliers Notebook و بعد هم در سال 2017 شرکت ایرکار رو به ثبت رسوند. حدود 2.5 سال روی این طرح کار کردند و ساخت نمونه اولیه اون رو به پایانه. حالا بپردازیم به ویژگی‌های اتومبیل ایرکار. اتومبیل پرنده ایرکار یه اتومبیل تمام برقیه. سیستم پروازی اون مثل سیستم پروازی هلیکوپتره. اتومبیل به کمک 8 پروانه قادر به صورت عمودی به هوا بلند بشه یا روی زمین فرود بیاد. فعلا فقط ورژن 2 نفرش طراحی شده، اما بعدها ورژن 4 نفره اون هم طراحی میشه. ایرکار فقط 250 کیلو وزن داره. وزن اون به همراه سرنشین و بار همراهش حد اکثر 450 کیلو خواهد بود. سرعت اون 120 کیلومتر در ساعته، اما این اتومبیل با یه شارژ کامل فقط با یک سرنشین 72 کیلومتر و با 2 سرنشین 50 کیلومتر مسافت رو طی می‌کنه. مدت شارژ باتری احتمالاً 20 دقیقه است، چون همچنان که می‌بینید در سایت نوشته 80% در 15 دقیقه. صندلی‌های بزرگ راحتی برای اون طراحی شده و دستگیری چتر نجات هم زیر همین صندلی‌ها جاسازی شده. اتومبیل به صورت هوشمند طراحی شده و می‌تونه با اتومبیل‌های پرنده دیگه ارتباط برقرار کنه. در سایه سیستم هوشمند خودران، سرنشین‌ها می‌تونن بدون نگرانی از هر گونه برخورد یا اشتباه از تماشای مناظر بیرون لذت ببرند. ایرکار کاملا بر اساس استانداردهای هواپیمایی اتحادیه اروپا طراحی شده و بر اساس پیشبینی‌ها تا سال 2025 تمامی مراحل تست و دریافت مجوزهای لازم به اتمام خواهد رسید. ورژن 4 سرنشین ایرکار در سال 2023 و 2024 طراحی میشه. شرکت ایرکار با همکاری شرکت بزرگ نرم‌افزاری سافت‌تک ترکیه کارها رو به پیش میبره و بر اساس اهداف مشخص شده در سال 2025 اتومبیل‌های پرنده ایرکار به عنوان تاکسی هوایی در آسمان شهر استانبول به پرواز در خواهند اومد. در سال 2030 هم پرواز این اتومبیل‌ها در دیگر مناطق ترکیه هم گسترش پیدا می‌کنه. هدف این شرکت کاهش بار ترافیکی جاده‌ها و خیابان‌های شهرهای پرجمعیت. شرکت امیدواره که پس از موفقیت در ترکیه محصولات خودش رو به کشورهای دیگه هم صادر بکنه و تا 100 شهر پرجمعیت جهان رو تحت پوشش قرار بده. اما قیمت این اتومبیل چقدر خواهد بود؟ بنا به گفته سازنده ایرکار قیمتی در حد یک اتومبیل میان رده خواهد داشت و برای افرادی با درآمد بالاتر از متوسط مناسبه. البته لازم به ذکر که سال قبل هم در ترکیه یک نمونه اتومبیل پرنده تک نفره در یک نمایشگاه معرفی شده بود که هدف گذاری اونها برای سال 2030 بود، یعنی 10 سال دیگه. رقابت در عرصه خودروهای پرنده بسیار شدیده. حالا ببینیم پروژه‌های اتومبیل‌های پرنده در کشورهای دیگه در چه وضعی هستند. فقط چند مورد.
این که میبینید اولین اتومبیل پرنده جهان به نام ایروکار که در سال 1949 یعنی 70 سال قبل اولین پرواز آزمایشی خودش رو در آمریکا به انجام رسوند و تونست مجوز قانونی دریافت کنه و نام خودش رو به عنوان اولین اتومبیل پرنده در تاریخ به ثبت برسونه. این اتومبیل پرنده‌ای که می‌بینید توسط شرکت NEC ژاپن طراحی شده که سال قبل آزمایش شد، کاملاً برقیه و قراره در سال 2030 به تولید برسه. این هم اتومبیل پرنده بلک فلای محصول شرکت اوپنر آمریکا است که اولین پرواز آزمایشی اون در سال 2017 به انجام رسید. ساعتی 100 کیلومتر سرعت داره اما با هر بار شارژ فقط 40 کیلومتر پرواز میکنه. قرار این اتومبیل امسال به تولید برسه. این هم اتومبیل پرنده شرکت ایرباس به نام پاپاپ که تماماً هوشمند و احتمالاً تا سال 2030 تولید میشه. شرکت بوئینگ هم برای تولید اتومبیل پرنده با شرکت کیتی هاوک به توافق رسیده. ایلان ماسک صاحب شرکت تسلا هم اعلام کرده بود که تا سال 2022 اتومبیل‌های پرنده خودش رو وارد بازار می‌کنه. این هم اتومبیل پرنده ایروموبیل در کشور اسلوواکیه که قرار امسال تولید بشه و به دست خریداران رسونده بشه، اما قیمت اون ارزون نیست. 1,000,000 دلار قیمت داره. این هم اتومبیل پرنده آسکا از شرکت NFT، یه خودروی الکتریکی دو منظوره است که هم برای رانندگی در روی زمین و هم پرواز در آسمان طراحی شده. طول بالهای این خودرو در حالت باز 12 متره. قرار در سال 2025 تولید و به بازار عرضه بشه. قیمت این خودرو 200,000 دلاره. این هم اتومبیل پرنده دو منظوره است از شرکت پالوی هلند، بنزینی. سرعت اون در جاده 160 و در هوا 180 کیلومتر در ساعته. در عرض 10 دقیقه میتونه آماده پرواز بشه. برای صعود و فرود به یه پیست 164 متری نیاز داره. گفته میشه که تولید اون آغاز شده و قیمتش هم 600,000 دلاره. این هم تاکسی پرنده چینیه که امسال معرفی شد و توسط شرکت ایهانگ ساخته شده. تا 220 کیلو انسان یا بار رو میتونه حمل کنه. شارژ کامل اون 1 ساعت طول میکشه و با هر شارژ میتونه تا 30 کیلومتر پرواز کنه. قراره در مسیرهای مشخصی به عنوان تاکسی پرنده استفاده بشه. اتومبیل خودران بوده و از راه دور کنترل میشه و مسافر دست به چیزی نمیزنه. این هم اتومبیل پرنده‌ایه که شرکت هیوندای برای شرکت اوبر طراحی کرده. تماماً برقیه. شارژ اون 7 دقیقه طول می‌کشه و با هر بار شارژ 100 کیلومتر پرواز می‌کنه. اون هم با سرعت 290 کیلومتر در ساعت. قراره در سال 2023 به عنوان تاکسی هوایی به شرکت اوبر تحویل داده بشه. و این لیست همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد که در دهه های آینده تعداد اتومبیل های پرنده بیشتر از اتومبیل های معمولی امروزی خواهند بود. از بین این تعداد اتومبیل های پرنده ای که معرفی شد، انتخاب شما کدوم یکی بود؟ موفق باشید.